سلام نوبینای دوست داشتنی، تو این قسمت از آموزش‌های تکمیلی تلفن همراه مبحث باتری رو داریم. در ادامه با من همراه باشین. خب دوستان عزیز، همونطور که در مورد باتری‌ها قبلا هم اشاره کوچیکی کردم، یه سری نکات تکمیلی رو تو این جلسه خدمتتون میگم که درک کامل‌تر و در واقع بهتری رو داشته باشید. ببینید دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ پایه‌های باتری، میریم انواع و اقسام باتری‌ها رو من خدمتتون توضیح میدم. ببینید دوستان، در گذشته باتری‌ها در واقع انواع اقسامی داشتن. نسل قدیم باتری های موبایل که البته توی اسباب بازی، توی دریل شارژی و خیلی از موبایل هم از این نوع باتری استفاده می شد، نوع در واقع نیکل کادمیوم بود. نسل اولیه باتری ها از این نسل بود. نسل جدیدتر این باتری ها در واقع شد نیکل متال هیدرات و نسل جدید باتری ها باتری های لیتیومی هستند که در واقع این لیتیومی انواع اقسامی دارن که لیتیوم پلیمر، لیتیوم پلی‌استر و انواع اقسام خودش رو داره که همکارم تصویر اون رو براتون به نمایش میده. خب دوستان، چه تفاوتی بین این باتری ها وجود داشت؟ باتری های نسل قدیم نیکل کادمیوم بودن و اینا محدودیت شارژ داشتن. به عنوان مثال، اینها اگر 1000 بار در واقع شارژ می‌شدن، دیگه عملا اون اصطلاحا توان اولیه رو از دست می‌دادن و کم کم دیگه رو به افول یا رو به ضعف در واقع می‌رفتن. نسل‌های جدیدتر دیدن که امکانش وجود نداره توی باتری‌های موبایل‌های جدیدتر با 1000 بار خیلی عمر باتری به سرعت به پایان برسید. با توجه به طراحی و ساختار تولیدشون زمانشون بیشتر شد. به عنوان مثال، مثلا شدن 2000 بار، 3000 بار. پس دفعات شارژ توی نیکل متال هیدرات بیشتر شد. اما با توجه به گوشی‌های امروزی و دفعات شارژی که توی اونها در واقع وجود داره، دیگه باتری نیکل کادمیوم و نیکل متال هیدرات کاربرد نداشت. به عنوان مثال، اگر گوشی من و شما نیکل متال هیدرات بود، روزی تقریبا 4-5 بار ناخواسته دستگاه ما شارژ میشه. ما اگر گوشیمونو به لپتاپ وصل کنیم، در واقع دفعات شارژ رو مصرف میشه. ناخواسته دستگاهمونو به حالا فرض کنید ضبط ماشین متصل میکنیم، دفعات شارژ اون مصرف میشه. و میدونید دیگه، امروزه دفعات شارژ ناخواسته با توجه به کانکت کردن به گجت های مختلف میره بالا و این دوتا باتری باز هم با گوشی های امروزی و نسل امروزی و امکانات گوشی های امروزی کاربرد نداشت. نسل های جدید لیتیومی در واقع شدن آنلیمیتر یا نامحدود. البته این باتری ها هم دفعات شارژشون رو باید رعایت کنید که براتون در واقع ویدیو رو قبلا آماده کردیم، لینکش رو براتون میذارم، میتونید نحوه صحیح شارژ کردن رو توی پیج مؤسسه ببینید. نکته که در مورد باتری ها باید بدونید توی این تصویر هم مشخص هست. باتری ها در واقع پایه های متفاوتی رو دارن. حالا توی باتری 3 تا، توی باتری 4 تا و تو برخی از باتری ها ممکنه پایه های بیشتری رو داشته باشیم. این پایه ها چه کاربردی دارن؟ دوستان، ما 3 تا پایه اصلی در واقع توی باتری ها داریم که این 3 تا باتری در واقع این 3 تا پایه باتری، پایه مثبت که اجتناب ناپذیر و تو تمام باتری ها در واقع وجود داره. یه پایه دیگه داریم به نام منفی یا جی ان دی، پایه سومی داریم به نام بی یا اصطلاحا بی اس آی. دوستان، همونطور که تو تصویر مشاهده میکنید، برخی از باتری ها 4 تا پایه دارن. یه پایه دیگه در واقع وجود داره به نام پایه بی 10 که این مستقیما دما یا حرارت باتری رو میسنجه. حرارت باتری چه کاربردی داره و چرا حرارت باتری اینقدر اهمیت داره که یه پایه کنترلی حرارت رو میذارن؟ پایه در واقع بی اس آی هم توی نسل های قدیم یکی از وظایفش در واقع تشخیص سطح ولتاژ هست، یعنی سطح ولتاژ رو پایه بی اس آی میسنجه. یکی دیگه از وظایف پایه بی اس آی در واقع تشخیص سطح دما و سومین کاربرد پایه بی اس آی تشخیص در واقع سیم کارت هست، یعنی وجود سیم کارت رو این پایه تشخیص میده. اما تو برخی از باتری‌ها به دلیل حساسیت یه پایه وجود داره به نام بیتم که ارتباط مستقیم با سی پی یو یا پردازنده رو داره و عرضم به خدمتتون که مستقیما دما رو رصد میکنه و به سی پی یو اعلام میکنه که دمای باتری میشه از حد نره بالا و اتفاق نیفته. چرا این دما اینقدر اهمیت داره که تو دو قسمت این کنترل میشه؟ ببینید دوستان، باتری مثل بادکنک میمونه، دو تا پارامتر خیلی روش تاثیر میذاره. یکی بیش از حد پر شدن اون هست
که منجر به انفجار اون میشه، و دومین قضیه حرارت میتونه باعث انفجار اون بشه، همونطور که تو بادکنک این اتفاق میفته. باتری ها دوستان دو تا پارامتر اگر رعایت نشه میتونه منجر به خسارت بشه. همونطور که در گذشته هم شنیدیم خیلی از افراد گوشی تو جیبشون بوده و انفجار رخ داده. این چه اتفاقی افتاده؟ بیش از حد باتری گرم شده و نتونسته در واقع سریعا ارتباطش رو از برد جدا کنه و جریان اضافی باعث آسیب رسوندن به گوشی و حتی تلف شده. و از طرفی باز میشنویم که گوشی توی شارژ دچار اشکال شده. اگر گوشی توی شارژ دچار اشکال بشه باعث شده که اگر دستگاه به 100% رسیده و سطح ولتاژ رو که توی 100% بوده رو تشخیص نداده و بیش از حد پر شدن اون منجر به انفجار اون شده. پس دوستان حواستون باشه که این BSI و B-Temp اگر به درستی عمل نکنه یا ما نتونیم به درستی کنترلشون کنیم ممکنه منجر به آسیب به در واقع باتری بشه. دو تا باتری برای نمونه براتون گذاشتم. ببینید باتری موبایل رو که اینجا مشاهده میکنیم، پایه مثبت و منفی رو ببینیم و دو تا پایه هست که پایه B-Temp و BSI هست. پس دوستان اگر باتری ها بیش از 4 تا هم باشن ممکنه انشعابی از مثبت منفی یا B-Temp یا BSI رو داشته باشیم. عملا ما کارمون و در واقع تست باتریمون بیشتر رو پایه مثبت و منفی و ولتاژ گیریمون هم تو این دو تا پایه هست که این رو در واقع توی باتریایی که سوکتی هستن رو هم داریم و میتونیم به راحتی با تست ولتاژ گیریم متوجه بشیم که کدوم پایه مثبت و کدوم پایه منفی است. نکته آخری که در مورد باتری ها باید خدمتتون بگم دوستان میزان ولتاژ و ظرفیت اون هست. باتری ها دو تا پارامتر بسیار مهم دارن که این رو شما باید بدونید دوستان. باتری ها در واقع یه ولتاژ دارن و در واقع یه ظرفیت دارن که این دو تا پارامتر رو هم شما دوستان باید بدونید. ولتاژ در واقع میزان ولتاژی هست که در واقع برای ورود و خروج این باتری استفاده میشه، یعنی میزان ولتاژی که دریافت میکنه و میزان ولتاژی رو که میتونه برای مصرف کننده ارسال کنه مشخصه. این باتری ها در گذشته 3.7 یا 3.8 دهم ولت بودن که به این ولتاژ میگن ولتاژ نامی، که البته این رو شما خدمت دوستان بگم ولتاژ باتری ها در واقع 3.7 و 3.8 دهم هست، اما امکان این که تا 4.2 دهم تا 4.4 دهم هم شارژ بشه وجود داره که این پارامتر رو تمام باتری ها میبینیم، طبیعتا باید روی این باتری هم باشه. ببینید دوستان من حالا روی این باتری شاید بهتر متوجهش بشید. روی این باتری ببینید ولتاژ نامی اون 3.8 دهم قید شده، اما ولتاژی که ممکنه تا اون حدم به شارژ برسه که 4.4 دهم هست رو هم میتونید ببینید. پس این باتری ها ولتاژ نامیشون 3.7 تا 3.8 دهم هست و امکانی که تا 4.2 دهم 3 دهم یا 4 دهم هم شارژ بشه توی ولتاژ 100% وجود داره. نکته بعدی دوستان ظرفیت باتری هست. ظرفیت باتری رو با میلی آمپر ساعت مشخص میکنن. به عنوان مثال این باتری که الان دارید مشاهده میکنید 2100 میلی آمپر ساعت هست، اما این باتری در واقع ظرفیتش هست 2550 میلی آمپر ساعت. ببینید دوستان مشخصه اگر در واقع دقت کنید هم به لحاظ سایزی از این بزرگتره و میزان ظرفیت یا زمان بیشتری رو به ما انرژی میده. برای اینکه این موضوع رو متوجه بشید یه مثال میزنم و این مبحث رو تمومش میکنم. ببینید دوستان اگر دستگاه شما توی هر ساعت مکالمه به عنوان مثال 210 میلی آمپر ساعت انرژی مصرف کنه و باتری شما در واقع باشه 2100 میلی آمپر ساعت، شما تو چند ساعت باتریتون تموم میشه؟ تو چند ساعت مکالمه باتریتون تموم میشه؟ خب این خیلی ساده است. شما میتونید ظرفیت رو در واقع تقسیم بر میزان انرژی کنید، میزان انرژی مصرفی کنید و میزان ساعتی که شما در واقع میتونید ازش استفاده کنید مشخص میشه که تو این حالت که الان خدمتون توضیح دادم ظرفیت 2100، اگه اونو تقسیم بر 210 کنیم ما میتونیم 10 ساعت در واقع مکالمه یا تاک تایم داشته باشیم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید واقع شده باشه. حتما دوستان ما رو سابسکرایب کنید، لایک، کامنت و فالو هم فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.